وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه دلسوزی ما به آنانی که در سختی و مشکلات می باشند چگونه است مسلما افراد درجه که همان والدین و خواهر و برادر و همسر و فرزندان ما هستند زیر آنان را خوب میشناسیم و خاطراتی از آنان داریم و نیز وابسته و دلبسته به آنان هستیم و بعد افراد فامیل و نیز دوستان بچه محلها ها حتی هنرمندانی و دولتمندانی که به آنان علاقه من می باشیم و همچنین هموطنان ما در زمانهای مصیبت ها و اتفاقهای بد اگر خطری آنان را تهدید کند ناخداگاه میل به کمک به آنان در ما ایجاد می شود و حال در چهار دهه می باشد که تمام عزیزان ما تحت بیرحمی ها و بی های نظام اسلامی ایران با فق و فساد اعتیاد و مواد مخدر و اعدام ها و زندان ها و شکنجه ها و دزدی های دولتمندان جمهوری اسلامی و نیز مهاجرت ها تبعید ها و به نوعی هر روز شاهد یک خبر بد از کشور عزیزمان ایران هستیم متاسفانه هفته گذشته شنیدیم بار دیگر این دولت جنایتکار اسلامی تصمیم گرفت یکی دیگه از جوانان سرزمین من و تو را به خاطر تو این پیامبر دروغین، یعنی محمد، اعدام کند این جوان که سینا دهقان می باشد امروز احتیاج به یاری من و تو داره ای هموطن عزیزم که در این موقعیت چه اندیشه کنیم برای نجات او ما ایمانداران به مسیح این خاندگی را داریم که در برابر هر اتفاق بد از خداوند دست یاری به طلبیم و در برابر ظلم ظالمین اعتراض نماییم حتی خداوند نیز ظلم ظالمی را دوست ندارد همان گونه که در کتاب پیدایش 6.13 سو... نیز میخوانیم اعلام میکنه و خدا به نوح گفت انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است زیرا زمین به سبب ایشان پر از ظلم شده است و اینک من ایشان را با زمین هلاک خواهم ساخت و همچنین در کتاب خروج 22 22 الی 23 نیز اشاره میکنه بر بیو زن یا یتیم ظلم مکنید و هرگاه بر او ظلم کردید و او نزد من فریاد برآورد البته فریاد او را مستجاب خواهم فرمود و اینک نوبت من و تو هموطن عزیزم که به مسیح ایمان آوردیم هست که فریادمون رو به سمت خدا بلند کنیم و از خداوند بخوایم که خداوند را مطابق فیضت این تو باشی که نهیب بدی به این دولت جمهوری اسلامی تا سرنگون بشه و ما کشور آزاد داشته باشیم تا هر اندیشمندی به همان آزادی که تو خدا به انسان دادی بتواند در کشور عزیز ما در ایران آزادانه زندگی کند